مادرم خیلی خوش اومدید. من از شما خیلی ممنونم. سفر طول و درازی هم داشتید و دفعه قبل که نشد قسمت نشد، اما این دفعه ما میزبان شما هستیم. چقدر دل آشوبه و نگران این کسی بودی که من دارم دعوتش میکنم بیاد پایین؟ بلا چطوری بگم، خیلی زیاد اینقدر آشفته بودم که هنوز تموم نشد. مادرم اگه از اول برنامه بخوای شما بغض کنی که ما چیزی کاسب نمیشین. شما اینقدر عشق ریختی تو اون شبهایی که در انتظار این بودی و شما هم مثل پسرت کابوس مرگ میدیدین. که ما اصلا دوست داریم که یادآور این خاطرات تلخ برای شما باشیم. ما دوست داریم که یک چیزی رو در برنامه‌مون جشن بگیریم و یک حرف و سخنی داشته باشیم برای کسایی که میتونن مثل قهرمان قصه ما که بعد از اخبار وارد برنامه‌مون میشه مثل ایشون عمل بکنن. مشتاق چرا انقدر حرص داری مامانو؟ بیا ببینیم. مادر بزرگ شده قشنگ قد کشیده تو زندان نه؟ خب دیگه نون قانون رو میخورم میشونم و انتظار مرگ رو میکشم. تو داری میری؟ امو جون بیا بالا، کار داریم اینجا. ولکنه رفته دکور بیرون ها. چیز بیدونم سوالت تلخی شاید باشه، 6 سال 7 سال زندان بودی دیگه؟ چقدر؟ 7 سال. 7 سال، 7 سال که هر لحظه فکرشو میکردی که ممکنه این حکم قطعی بشه و اولیای دم رضایت ندن و تو اعدام بشی. درسته. به اون چوبه داره نگاه هم کرده بودی؟ شده که از کنارش رد بشی و ببینیش؟ آره. کی؟ خیلی. هر روز. هر روز میدیدیش؟ آره. چجوری بود مگه؟ تو خواب میدیدیش یا نه واقعی میدیدیش؟ واقعی میدید. این تو حیات زندان بود؟ آره. چی فکر میکردی مشتاق؟ هر لحظه فکر میکردم که منو میبرن اینجا اعدام میکنم. چه سخته. و تو قلب تو همون زندان ناراحت شده بود؟ آره. خاطر فشارهایی که داشتی. بعد مشتاق با چی آرومت میکرد؟ من احساس میکنم اگه جای تو بودم مثلا احتمالاً تو هم ماهای اول دوم این انتظار مرگ منو میکشت. چی آرومت میکرد که بتونی تحمل کنی این مسئله؟ نمازی که میخوندم. تو زندان نماز خوندی؟ آره. مادرم شما رو چی آروم میکرد که مگه میشه مشتاقای من از پله های چوبه دار پایین بیاد برگرده تو خونم؟ من تنها همون توکل به خدا بود که آرومانی کرد. خب خدای خودم چون عهد بسته بودم زانو زدم، التماسش کردم. خاطر همین بود که خیلی سخت میگذشت، ولی باید تحمل میشد، باید میگذشت. خیلی سخت‌تر از خانواده طرف با ما می‌گذشت. مشتاق چند سالت بود که بهت گفتن قاتل؟ 14 سال. تو 14 سالگی قاتل شدی. درست. بیا فدات شو. بیا قربون برم. بیا پایین بشین. بیا بیشتر اذیت نکن. خوبیش اینه که ما تا سلام نکرده میگن بریم آگهی بازرگانی. چشم. 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 میریم. مشتاق اولین کسی که بهت گفت قاتلی کی بود؟ یادته؟ خانواده مقتول. کجا دیدیشون اولین بار؟ داخل دادگاه بوده. داخل دادگاه. آگاهی. واقعا سر سیدی دعواتون شد؟ آره. یعنی چی تعریف؟ تو سیدی اونو برداشت بشه، اون سیدی تو رو برداشت. اون سیدی من برداشت بود. من از کلوب کرایه گرفته بودم. برای اسبم پسش بدم. این سال حول هوای مثلا ساعت 7:30 برم تحریر بچه بودم. داشتیم داخل زمین فوتبال بازی میکردیم که هرچی میگفتم سیدی بیا پس بده، من باید برم پسش بدم. کرایش کردم، شناسمه گیر اونجا، باید پسش بدم. میگفت نه سیدی مال خودم فلان اینطوریه. داریم مثلا نخواست پس بده فلان. تو 14 سالت بود، اون چند سالش بود؟ اون همسن سال خودم. همسن سال خودم. دو یک دو سال کوچکتر. دو سال کوچکتر. اونم بچه بود، اونم نادان بود. مشتاق چرا کشتیش؟ اون لحظه اعصابم خیلی خورد شد. بالاخره خشمگین شده بود. نخواستم اینطور بلای سرش بیاد.
ولی یک دفعه نادونی بچگی یه سنگی پرتاب کرد. اونم سنگی که پرتاب کرد منجر به مرگ شد. خیلی ساده نیست از کنار این موضوع گذشتن، موضوعی که ممکنه گریبان خیلی از امثال من شما رو بگیره. شک نکنید، فکر نکنید آدم های خاص و عجیب غریبی هن که از یک جایی خلق شدن و فاصله های زیادی بین ما و این آدم هست. اما قصه امروز ما که قبل از خبر با هم دیگه آغازش کردیم و ورقش زدیم به اینجا رسیدیم که مشتبه که توی مقطعی برخلاف میل همه ما قاتل صداش میکردن، با دوست و همسایه خودش نوابی که از این دنیا رفته سرگرم بازی خودشون بودن تو همون دوره 13-14 سالگی خودشون، و سر یه دونی سی دی تعمدن تکرار میکنم، مؤکدن تکرار میکنم، یه دونی سی دی دعواشون میشه و ناراحت میشن و نواب از این دنیا میره، میشه مقتول، مشتبه میمونه با اتهام قاتل و قتل. و امروز هم مهمون ماست، باش هم کلی صحبت کردیم قبل از خبر و از احوالاتش پرسیدیم در زندانی که از پنجرهش میتونست چوبه ایدار رو تماشا بکنه و اون کابوس مرگی که هر شب حنجرش رو میگرفت و سختی که به نظر من خیلی بیشتر از کسی شبیه نواب که به عنوان مقتول از این دنیا توی یک لحظه رفت. اما مشتبه هر روز و هر روز توی 6-7 سال با مرگ میخوابید و با مرگ بلند میشد. مشتبه خیلی سخته که با آدم بگن قاتل، نه؟ خیلی سخت. به یه چشم دیگه نگاه کن، کسی که واقعا بیگناه باشه. مشتبه نمیتونیم به تو بگیم که تو بیگناه بودی. بیگناه هم نه، ولی خواست به خدا بوده، بالاخره قسمت این. من میخوام به تو بگم که تو یک آدمی هستی که بالفطره قاتلی. نه، همه قاتلای زنجیره‌ای و بزرگ دنیا هم هیچ کدومشون بالفطره قاتل نبودن، همشون بالاخره مثل کودک معصوم به دنیا آمدن و بزرگ شدن. تازه قصه تو که خیلی فرق میکنه، قصه تو خیلی متفاوته. اون دوست تو بوده، اون همسایه تو بوده، با هم رفیق بودیم و تو هیچ عمدن دنبال این قصه نبود. من دوستام خیلی ممنون میشم اگه سر صدا پشت دوربین نداشته باشی. واقعا برای همین خودم خیلی سختمه که با تو به عنوان یک قاتل صحبت بکنم. الحمدلله حالا این مشکل به فضل کسی که چند دقیقه دیگه وارد برنامه ما میشه حل شد، که خودش یک اتفاق بزرگیه که این آدمو ثبت میکنه توی ذهن همه آدمهایی که شماها رو میشناسن. خیلی کوتاه و گذرا ازش رد شدیم. چرا نتونستی جلو خود خشم خودتو بگیری؟ چرا نتونستی کنترل کنی خودتو سر یه سی دی مشتبه به همین سادگی؟ میشه گفت آدم ها کلن وقت خشمگین میشن بعضی نمیتونن جلو خشم خودشون رو بگیرن، از کوره در میرن، کاری که میخوان واقعا سریع انجام میدن. ولی نه، بعد از 5 دقیقه حالا میگیم برای یه مدت کوتاه پشیمون میشن، وای چرا این کار رو که انجام دادم، چرا این کار رو کردم. تو خودت لحظه ای که نواب از این دنیا رفت کنارش بودی؟ نه، فرار کرده بودی. تو لحظه‌ای که داشتی فرار میکردی به چی فکر میکردی؟ باورت میشد که مرده باشه یا فکر میکردی نه مثلا مصدوم شده و افتاده؟ فکر میکردم بیهوش شده. بعد کی برات خبر افتاد که نواب مرده؟ چند روز گذشت، یکی دو روز گذشت. قایم شده بودی؟ آره. کجا؟ رفتم خونه دایم سیر جان. دیگه پدر مادرم فهمیدن، اونجا هم زنگ زدن به هم گفتن برگرد، اینا آدم های خوبی هن، خانواده خوبی هن، رضایت میدن، خودت بیا معرفی کن. به دایی چی گفتی وقتی رفتی خونش؟ گفتی آدمو کشتی؟ آره. دایی چی؟ گفتم با یه بچه همبازیم، دوستم،
سره این گفته مثلا بس کردیم نه دوام شده زمانی که این فرار کرده بود که او حالیش دود یه اتفاقی افتاده که دیگه برگردونیم گفتیم تحویلش بدیم باز از نظر وجدانی راحت داریم. مادرم شما چجوری برخورد کردی وقتی برات خبر آوردن که بچه دکی رو کشته؟ اصلا نمیشه توصیفش کنیم، نمیشه حرفش بزن، اونقدر مشکله که خیلی بدتر مرگ خود آدم باور نمیکرد. چند مدت هم باور نمیکردم که زندان باشه. شب وقتی تنهاییشو حس کردم، وقتی دیدم نیست کنارم، رفتم ملاقاتش، خودش تازه فهمیده بود چه کار کرده، طوری سرشو به در دیوار میکوبید هیچکی جلو دارش نبود. که دیگه رئیس کانون اومد جلوش گرفت، خیلی نصیحتش کرد، باهاش صحبت کرد، اینو گفت بچه بودی. ولی آدم ها خیلی تو اون قدرت توانایی حسن میتونن ببخشن، اونا بزرگن. در زمانی که من میگم قدرت توانایی داشته باشی بتونی ببخشی، یکی بچهش مریضه یا سرطانی داره یا هرچی، من کم زانو زنه رو به خود میگه خدایا ببخشش، دوباره به این برش گردم. ولی ما مادرها دیگه زانو میزنیم رو به چاکی ها، اینا دیگه خدایی بچه ها ما اینا.